پس از افزایش گرما در پایتخت، مسئولان شمار از شفاخانه ها میگویند که شمار بیماران در شفاخانه ها 30% افزایش یافتند. به گفته آنان بیشتر کسانی که به این شفاخانه ها میآیند بیماران فصلی هستند. افزایش دمای پایتخت شمار بیماران را در شفاخانه ها افزایش داده است. اینم ناراحت پایم هم زیاد درد میکنه، اینم گرمی هم دو سه چهار روز که شده این گرمی ها اینم این مشکل با ما زیاد شد. همی حالات گرمی را که فعلا میبینیم درجهش بسیار بالاتر است و اونجا کمک های کلینیک هایی که ما داریم کمک حوالی هم میکنن. اول اونجا میرسیم سیروم دراب میگیرن، فقط همه گی مواد وجود کم شده باز انتقال میدیم به شفاخانه های عمومی. گرمی زیاد بود، هفته زدیم اما تو شدیم لردم بودم. نه همی گرمی شده، تاوست زیاد داشته، تاوم زیاد میکرد. خب ما بر دوا میگرفتم اما در درمالتون خوب میشد، حالی خب که زیاد بدتر شد ایجا وردم ایجا بستر کرده. مسئولان شماری از شفاخانه ها در کابل میگویند که شمار بیماران در روزهای پسین تا 30% افزایش یافتند. افزایش در 30 روز آخر افزایش یافته تقریبا 20-30% از لحاظ بستر، از لحاظ اوپیدی افزایش یافته. تو اول روز بروز که رو به گرمی و تعداد واقعات امراض داخله خصوصا واقعات اسهال یگپا رو به افزایش می باشد. اسهالات خود پایزننگا یا واقعات تسمات غذایی و در این روزها ما شاهد از این حالت هستیم که مریضای ما در این بخش ها بسیار زیاد شده. شماری از پزشکان برای جلوگیری از بیماری های فصلی به شهروندان کشور توصیه های دارند. چون در این روزها هوا گرم است، وجود به مایعات بیشتر ضرورت داره، از مایعات استفاده کنه و خصوصا کوشش کنه از مایعات از آبهای استفاده کنه که صحی باشه. اداره هواشناسی میگوید که درجه حرارت در کابل نسبت به سالهای پیش تغییر نکرده است. بلندترین درجه حرارت در ولایات شمال، شمال غربی، غربی، جنوب غربی، جنوب و شرق کشور ثبت گردیده است. به گفته اداره هواشناسی، تغییرات آب و هوا درجه حرارت را در تمامی کشورهای جهان تا 2 درجه افزایش داده است و بلندترین درجه حرارت در کابل تا بالاتر از 40 درجه پیش بینی شده است. برای بحث بیشتر روی موضوع آقای دکتر مسیح الله قدیر، متخصص امراض انتاری، اینجا در استودیو با خود داریم. آقای قدیر سلام بر شما و به برنامه خوش اومدید. تشکر. علت افزایش این بیماری ها چه است و این بیماری های فصلی در حال حاضر کدام انواع را دارند؟ با سلام به شما و بینده های شما، روز همه ای بخیر، امیدوار هستم همه خوب باشند. علت افزایش بیماری ها در فصل گرما چنان که شما اشاره کردین، خب امراض انتانی و امراض غیر انتانی یک ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با افزایش و کاهش امراض در فصول مختلف سال دارند. به این معنا که بعضی از فصول سال بعضی از امراض مشخص رو به افزایش میشن و بعضی از امراض رو به کاهش میشن. در فصول گرما به علت از این که زمینه رشد و تکثیر باکتری ها، ویروس ها و پارازیت ها یا به اصطلاح آن بگویم میکروب ها مساعدتر است، به این دلیل یکی از دلایل بزرگش همی امراض که شما به او اشاره کردین افزایش می‌یابد. در کشور ما هم علتش میتونه که تا حد زیاد همین موضوعی که ما اشاره کردم باشه. در پهلوی زی تغییرات اقلیمی که ما در سطح تمام دنیا شاید از او هستیم، گرمایش کره زمین، تولید گازهای گلخانه‌ای، توجه نکردن دولت‌های بزرگ و کشورهای صنعتی بزرگ به این زمینه را مساعد ساختند که امراض انتانی و دیگر امراض رو به افزایش باشند. بیماری‌های شایع اکنون کدام بیماری ها است؟ بیماری های شایع که ما فعلا در بیمارستان ها و در شفاخانه ها با او دست پنجه نرم میکنیم با مریضان و مریضدارانشان، در قدم اول تسمات غذایی و اسهالات فصلی است. به همین ترتیب امراض دیگه مثل مالاریا، دنگی فیور، به همین ترتیب امراض سی سی چف یا به اصطلاح هم کانگو که حالا چون نزدیک عید قربان هستیم واقعاتش بعد از او هم میتونه رو به افزایش باشه، به همین ترتیب واقعات سرخکان، تب مورقه. ولی در عموم میتونم براتون بگویم که بیشترین واقعات اسهالات و تسمات غذایی تشکیل میده. جدای این که فصل گرم است، علت های ابتلا به این بیماری که به ویژه همین اسهالات و امراض فصلی دیگر چه است؟
جدا از اینکه هوا گرم است، چیز که قبلا برای اشاره کردیم، گرمایش هوا زمینه تکثر میکروب ها را بیشتر مساعد میکنه. عوامل اقتصادی، فقر، مراد نکردن افضل صحه، به این ترتیب عوامل دیگه چون جنگ ها، عوامل طبیعی مثل باران های شدید، سیلاب ها، زلزله ها و سایر عواملی که قبلا به روز اشاره کردیم مثل گرمایش سطح کره زمین یعنی در تمام دنیا، این هم میتونه از جمله عوامل باشه که کمک میکنند برای واگیری و افزایش امراضی که شما به او اشاره کردیم. درست، آیا شیبه های وقایه هم وجود دارد؟ خب شما بهتر میفهمین که بهترین تداوی وقایه است، یعنی قبل از اینکه شخص مریض شوه، بیمار شوه، بهتری است که از باوجود آمدن مرض اگر قابل وقایه باشه جلوگیری کنه و وقایه نماید. بله، امراض انتانی خوشبختانه بیشترشون قابل وقایه هستند و امراض را که ما ذکر کردیم و به او اشاره کردیم هم قابل وقایه هستند. این وقایه میتونه از یک فرد شروع شوه و تا سطح جامعه و دولت ادامه پیدا کنه، از فرد به این من مفهوم که فرد باید افضلسه شخصی خود مراد کنه، گوش دستان دست هاست، استفاده از آب آشامیدنی پاک است، انجام فعل تقوی در تشنب های مسئول، یعنی منظور مایی است که این کار باید در یک فضای باز انجام نشه و شستن ترکاری و میوه‌جات با آب پاک و یا در صورت امکان با کلورین و اگر کلورین در دسترس نباشه با نمک هم میتونیم این مواد غذایی را به اصطلاح از انتانا پاک بسازیم. و در سطح بزرگ تمام جامعه مسئولیت داره که آبهای استاده را پاکاری کنند، به این ترتیب آگاهی دهی باید در مورد امراض انجام شود از طرف ملا صاحبا و امام های مساجد، به این ترتیب وکیل های گذر و تمام اشخاصی که در سطح بزرگتر جامعه درگیر هستند با مردم و دخیل هستند با مردم، و در سطح دولت ها باید زمینه های بخاطر استانداردسازی کانالیزیسیون ها زمینه برای که مردم به آب آشامیدنی صحی و پاک دسترسی داشته باشند باید از طرف دولت ها ایجاد شود. به این ترتیب علت های فقر و مشکلات اقتصادی که یک ارتباط مستقیم با این امراض و امراض دیگه داره باید توسط دولت ها به این دیگر توجه شود. تا درست، وزارت صحت تا حال چه امکانات رو برای حداقل کاهش آمار بیماری های فصلی مثل کولرا و همچنان اسهالات و سایر بیماری های دیگر فراهم ساخته؟ وزارت صحت آمد چنان که شما میفهمید شب و روز در تلاش ازی است تا به هموطنان ما خدمات سی با معیارهای خوب را ارائه کنه که میتونه در سایر بخش ها و همچنان در بخش بیماری های فصلی که شما به او اشاره کردین باشه. و فعلا تمام شفاخانه ها آماده و دست به دست هم به خاطر امی مریضی های فصلی با هم کار میکنن. بگونه مثال در بخش کاهش آمار ابتلا به کولرا و همچنان اسهالات وزارت صحت تا حال شما شاید متوجه شده باشین که یک کار بسیار خوبی را کردن است که از طریق رسانه ها و از طریق شبکه های اجتماعی آگاهی همه را ترویج کردن در مورد از اینکه امراض چطور شیوع پیدا میکنن، چطور از جلوگیری کنیم و امروزی که شما همین برنامه را ترتیب کردین به می خاطر است که صد آگاهی مردم بلند بره. جدای آگاهی دهی و تبلیغات، آیا کلینیک های سیار و دیگر بسترهای نیاز نبود که فراهم شود؟ فعلا خب به نظر ما که همی اندازه امکاناتی که وجود داره، اگرچه به سطح و معیارهای بین المللی همخوان نیست، ولی تا حد زیاد با همی امکانات کمی که ما داریم، با همی پرسنلی که ما داریم و با همی مفکوری که ما داریم که خدمت به مردم است، ما کوشش میکنیم که با همی امکانات مردم به اصطلاح تداوی و معالجه کنیم. و در بخش کاهش هم همین
آگاهی آمار بیشتر روش تمرکز میکنیم، به خاطر از اینکه اگر در سطح فرد و جامعه امو نکاتی که قبلا متذکر شدم امو افزلسه مراعات نشوه، هیچ سیستم صحی به فکر نکنم در دنیا باشه که پاسخگوی باز واگیری ها و رشد بیماری به صورت کلیوی باشه. درست، بنوره پزشک چه پیام برای مردم دارید؟ مردمی پیام داریم که افزلسه خود مراعات کنن، از آب آشامیدنی صحی استفاده کنن، در صورت دسترسی اگر با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن آب آشامیدنی را بجوشانن و بعد از استفاده که مواد غذایی را که استفاده میکنن کوشش کنن که مطمئن شون که از منبع پاک و صحی تهیه شده. در مورد اطفال باید بر اطفالشان همی آموزش های ابتدایی که شستن دست ها بعد از رفع حاجت و قبل از غذا خوردن است باید بر اونا فهمانده شوه. سپاس. به خاطر از این که با معذرت اگر مردم با ما هم کار نباشن و بیماری را از ابتدا جلوگیری نکنن باز میتونه که مشکلات بسیار زیاد را. سپاس از شما دکتر مسئول آق قدیر، متخصص امراض انتانی. خواهش میکنم.